سرخط خبرها، اخطار صلاح الدین ربانی با طالبان و جامعه جهانی، ترک تحصیل جوانان در حوزه غرب. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای چینل ون اسمارت. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما کانال ما را سابسکرایب نمایید. ربانی: اگر نظام منتخب ایجاد نشود، جنگ ادامه می‌یابد. صلاح الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی، گفته است که تنها یک نظام منتخب مردمی که همه مردم در تصمیم گیری های کلان ملی در آن حضور مستقیم داشته باشند، می تواند ضامن صلح، عادلانه و پایدار در افغانستان باشد. با گزارش خبرگزاری آفاق، او این اظهارات را امروز دوشنبه 29 سنبله در پیامی به مناسبت سال روز تور رو پدرش برهان الدین ربانی، رهبر پیشین حزب جمعیت اسلامی، مطرح کرده است. ربانی گفته است که هدف اصلی پدرش پاسداری از باورها و ارزش‌های دینی جامعه، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، برپایی نظام مبتنی بر اراده و انتخاب مردم، تحقق عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اساسی و شهروندی مردم افغانستان بود. صلاح الدین ربانی گفته است که امسال در حالی که از دهمین سال روز تور برهان الدین ربانی یادآوری می شود که افغانستان پس از دو دهه تجربه دموکراسی نیمبند شاهد یک عقبگرد خطرناک بوده است. او گفته است که این عقبگرد فاجعه بار در کنار عوامل و توطئه های منطقه‌ای، جهانی و خیانت داخلی در ترویج حاکمیت انحصارگرایانه و خودکامه شیوه انواع فساد در لایه های مختلف نظام، ترویج ساختارمند تبعیض و برتری طلبی قومی ریشه داشته است. ربانی افزوده است که تجربه 20 سال اخیر نشان داده که بدون برپایی یک نظام مردم سالار که برخواسته از رای شفاف و اراده جمعی همه مردم افغانستان باشد، افغانستان حتی با زور و پشتیبانی بزرگترین قدرت‌های خارجی نیز به امنیت و ثبات پایدار دست نمی‌یابد. او علاوه کرده است که تاکید بر ساختار هر گونه نظامی که در آن حق رای و اراده جمعی مردم انکار شود و کارکردش استبدادی و انحصارگرایانه باشد، نتیجهش تداوم جنگ خواهد بود. ربانی گفته است مردمی که بدون هیچ گونه تجربه مبارزه مسلحانه در برابر ارتش پرقدرت اتحاد جماهیر شوروی ایستادند، با این همه تجربه مبارزه مسلحانه، آگاهی و بیداری در برابر سرنوشت خیش سکوت نخواهند کرد. برهان الدین ربانی، رئیس جمهوری پیشین و رئیس وقت عالی صلح دولت کرزی بود. او در 29 سنبله 1390 بر اثر یک انفجار انتحاری در منزلش در کابل کشته شد. در زمان انفجار بم، تعدادی از اعضای شوری عالی مصالح افغانستان در منزل وی با دو نفر از اعضای طالبان در حال گفتگو بودند که یکی از نمایندگان طالبان مواد منفجره‌ای را که در دستارش پنهان کرده بود منفجر کرد. موازه صلاح الدین ربانی در حال ابراز می شود که طالبان اخیراً کابینه را تشکیل دادند که اعضای آن رهبران آن گروه یا متحدانشان هستند. ترکیب این کابینه واکنش های منفی گسترده را در پی داشته است. طالبان اما گفتند که این کابینه برای رسیدگی به امور ضروری حکومت داری تشکیل شده و موقت است و در آینده یک دولت شامل همه اقوام و اقلیت های کشور ایجاد خواهد شد. با این حال هیچ زمانی برای پایان و کار دولت کنونی و تشکیل دولت جدید اعلان نشده است. این در حالی است که روزنامه اشت صبح می نویسد ترک تحصیل جوانان در حوزه غرب، سنهای دانشگاه خالی است. شماری از استادان و دانشجویان حوزه غرب به روزنامه اشت صبح گفتند که پس از برگشت طالبان به قدرت، شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه های خصوصی این حوزه ترک تحصیل کردند. عده زیادی از این دانشجویان به دلیل شرایط سخت گیرانه که از سوی طالبان وضع شده ترک تحصیل کردند. برخی از دانشجویانی که تازه ترک تحصیل کردند به این باورند
که دیگر هیچ انگیزه برای ادامه فراگیری دانش ندارند و بازدهی تلاش هایشان کار به جایی نمی برد. همچنان برخی از دانشجویان تل درک تحصیلشان را مشکلات اقتصادی عنوان می کنند و تاکید دارند که به دلیل تحولات اخیر در کشور نوناوران خانه هایشان بیکار شدند و هیچ درآمدی برای پرداخت هزینه های تحصیلی آنان ندارند. کنشگران مدنی و استادان دانشگاه در 5 ولایت غربی کشور به این باورند که شرایط تازه و وضع محدودیت ها در نظام اجتماعی و افزایش بیکاری منجر به ترک تحصیل شمار زیادی از دانشجویان دختر و پسر در این ولایت شده است. شماری از مسئولان در دانشگاه های خصوصی ولایت غربی از ترک بیش از نیمی از دانشجویان خبر می دهند و این روند را نگران کننده می خوانند. بر اساس آمار نهادهای تحصیل خصوصی در هرات، بیش از 70% از دانشجویان در شماری از دانشگاه خصوصی تحصیل را کنار گذاشتند. استادان دانشگاه در هرات تاکید دارند که شرایط دشواری برای دانشجویان دختر و افزایش فقر در خانواده ها موجب شده که بسیاری از آنان مجبور به ترک تحصیل شوند. آمارهای غیر رسمی از ترک بیش از 70% دانشجویان دانشگاه خصوصی حکایت دارد. منابعی در هرات که خواستن نامشان در گزارش بردن نشود به روزنامه اشت صبح میگویند که مشکلات گوناگون از جمله شیوع ویروس کرونا، دگرگونی نظام اجتماعی و آینده نامعلوم سبب شده است تا بسیاری از دانشجویان ترک تحصیل کنند. با گفته این بنبه که از مسئولان ارشد نهادهای تحصیلی در هرات است، پس از بازگشایی دانشگاه های خصوصی در این ولایت حضور دانشجویان کمتر از 30% بوده و بخش بزرگی از جوانان ترک تحصیل کردند. فعالان مدنی در 5 ولایت غربی کشور نیز نگران ترک تحصیل گروه از دانشجویان هستند و آن را برای آینده کشور آسیب پذیر می دانند. بسیده طاهری از کنشگران مدنی در هرات به روزنامه اشت صبح می گوید که بسیاری از دانشجویان به ویژه دختران دانشگاه را ترک کردند و علاقه به ادامه فراگیری دانش ندارند. به گفته او در یکی از دانشگاه های خصوصی که 19 دختر در یک سنه در کنار پسران درس می خواندند، تنها یکی از آنان برای چند روز در سنف حاضر شده بود و بعد از اینکه 18 همسنفی دیگرش که دختر بودند تحصیل را ترک کردند، او نیز مجبور به ترک تحصیل شده است. تشکر از اینکه تا آخرین ویدیو همراهمان بودید. منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.